سلام برو بچه تئو گنگ، امون تئوری هستم و خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی جدید. امروز میخوایم بریم ببینیم که اگه کلن جاویدان باشیم، زندگی ابدی داشته باشیم و هیچ وقت نمیریم چی میشه. برو ببینیم. یکی ما اصلا کلن نامیرا به دنیا اومدیم و یکی به خاطر یه سری از عجایب طبیعت تو حالا همه چی دست به دست هم داده که جاوید به دنیا بیای، یعنی کلا نمیمیری، هر کاریت کنن نمیمیری. توی 18 سالگی یه داستان پزشکی برمیخوری که تصادف میکنی، تصادف رانندگی برات اتفاق میفته توی تولد 18 سالگی که باید میمردی ولی زنده ای. خوبه توی 25 سالگی زندگیت عادیه و تغییر خیلی خاصی رو حس نمیکنی و همون مثل همه سنت زیاد میشه. تا 25 سالگی همه چی اوکیه، یعنی ممکنه منم نامیرا باشم چون هنوز 24 سالمه. توی 30 سالگی روی خودت یه سری آزمایش انجام میدی، از صخره ها خودتو پرت میکنی پایین، میری کف اقیانوس شنا میکنی، همه رو میتونی انجام بدی و نمیمیری. توی 35 سالگی یه سری تفاوت ها رو حس میکنی و میبینی که کلن جوانتر از دوستاتی، انگار اونا سنشون رفته بالا ولی تو پیر نشدی اصلا. توی 45 سالگی هرچی دوست داری میبینی میتونی بخوری و مهم نیست که غذات ناسالم باشه، چون که کلن همیشه زنده ای دیگه، هرچی دوست داشتی بخور. توی سن 60 داوطلبانه میری توی سری تحقیقات شرکت میکنی. توی 60 سالته ولی هنوز این 30 ساله هایی و خب دانشمندا پشماشون میریزه میاد چی زدی. توی 70 سالگی عزیزانت میمیرن. کلا توی اون ویدیو اگه 1000 سال زنده بمونی هم گفتیم که انگار زیاد زنده باشی اتفاقات دارک بیشتری هم میبینی. کل عزیزانت میمیرن، میگه که خیلی عجیب نیست، 81% از بچه ها از پدر مادرشون بیشتر زنده میمونن. تا الان میگه منطقیه، منظورش اینه که اگه زندگیت عادی بودم باز تو 70 سالگی احتمالاً پدر مادرت از دنیا میرفتن. یه 85 سالگی پروکراستینیت، یعنی چی؟ امروز فردا کردن. آها، پشت گوش انداختن. میگه که خب میدونی که همیشه تایمو داری، پس همه کاراتو پشت گوش میندازی، یعنی برای چی مثلا من باید برم فلان کارمو بکنم وقتی میدونم همیشه زنده. خب میگه که همیشه تایم داری، پس چرا اصلا کاری بکنی. اوه دارک شد. تو 86 سالگی هر روز همه چی رو تو نتفلیکس نگاه میکنی، یعنی هر چی هست تو نگاه میکنی. آها، یعنی میگه 8 ماه تو کلا باید بشینی پای تلویزیون، پای نتفلیکس تا بتونی همه برنامه‌هاشو تموم کنی. جالبه. میگه 90 سالگی یه لایف استایل خطرناک داری و اینکه بدون اینکه چتر نجات ببری اسکای دایو میکنی و هیچ مشکلی نیست. وقتی که زندگی جاویدان داشته باشی و هیچ وقت نمیری میتونی خیلی راحت کاره خطرناک انجام بدی. توی 100 سالگی به یه ابر سرباز تبدیل میشی. میگه که دولت تو رو به خدمت میگیره برای چی میگن، برای ماموریت‌های خیلی خطرناک و که هر کسی جای تو باشه قطعا میمیره ولی تو نمیمیری. توی 110 سالگی دور دنیا رو میگردی. میگه که کلی جا هست که بری ببینی و خیلیشون هم خطرناکن برای افراد عادی ولی خب تو میری راحت میبینی. توی 123 سالگی میشی پیرترین انسانی که کلا بوده روی کل، توی کل دنیا تو پیرترین رکوردو میزنی. یعنی میگه که الان پیرترین انسانی که ثبت شده به صورت رسمی جین کالمنته از فرانسه که احتمالاً همون 122 سال یا 123 سالش بوده. تو 130 سالگی سلبریتی میشی. میگه که انقدر پیر بودن قطعاً یکی از میگن انقدر سن داشتن و قیافه جوان داشتن تو رو تبدیل به یه ستاره جهانی میکنه. توی 150 سالگی رئیس جمهور میشی. فکر کن رئیس جمهورت 150 سالش باشه بعد قیافش انگار 30 سالشه. میری توی انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنی و کاندیداهای دیگه اصلا نمیتونن با تو رقابت کنن چون تو خیلی ایمورتالی، تو خود ایمورتالی. بعد تو 200 سالگی همه زبانهای اصلی رو یاد میگیری. میگه که حدوداً 6500 تا زبان روی کره زمین وجود داره و صحبت میکنن. پشماموجی 6500 تا زبان خیلیه و تو زبان اصلی رو یاد میگیری چون 200 سال اونقدرم تایم زیادی نیست که همه زبانها رو آدم یاد بگیره. تو 210 سالگی رکورد بیشترین نسل رو میزنی، یعنی مثلا بچت دیدی میگن بچه نوه نتیجه نبیره ندیده نسیده نپیده همه رو میزنی و 7 تا نسل قبلت وجود داره. آره دیگه، 7 تا نسل قبل از تو
خودت هستی، هفت تا نسلت هم هست یا علی، ندیده نپیدت هم هست، یعنی تو 215 سالگی 1000 تا کتاب میخونی. خوندی دیگه، میگه که تمام کتابای دنیا حدوداً حاوی 3 پتابایتس اف دیتا. پتابایت ببینم چقدر میشه مثلا به گیگابایت. میگه که اگه بخوای، حالا این فکت علمیه، میگه اگه تمام کتابای دنیا رو جمع کنی مثلا بخوای حجمشون رو حساب کنی میشه 3 تا پتابایت، 3 میلیون گیگابایت. خوب زیادم نیست، کتاب کلا دیدی که ورد و اینا حجم زیادی نمیگیره، ولی با این حال باز 3 میلیون گیگ حجم میشه، انقدر کتاب داریم. ببین چقدر کتاب هست که ما نخوندیم. و اینکه تو 220 سالگی خیلی ویزدم، یعنی اون خرد یعنی عقل دیگه، دانش و دانایی، خرد خیلی خفنی داره دیگه. 220 سال عمر کردی، 1000 تا کتاب خوندی و مردم از جای خیلی دور میان تا نصیحت‌های تو رو گوش کنن و میگن ما چیکار کنیم چیکار نکنیم. تو 250 سالگی افسرده میشی. طبیعتاً اونقدر کتاب بخونی، میگه که یکی از دلایل افسردگی این دونستن زیاده، کلا افسرده میشی و میبینی که تمام کسایی که دوست داری سنشون میره بالا و میمیرن و خب طبیعتاً ناراحت کننده است دیگه. تو 260 سالگی میافتی رو الکل و دراگ و میگه که خب تو اصلا نمیتونی اووردوز کنی، بزن پشت به پشت بزن، قودی نداری و همین جوری دائم الخمر میشی که اصلا به هیچی فکر نکنی چون افسرده شده بودی. داشت وقتی که نمیتونی بمیری، منم بودم خدایی دائم الخمری رو تست میکردم. تو 207 سالگی اقدام به از بین بردن خودت میکنی، ولی خب طبیعتاً کار نمیکنه. اسکل جاویدنامی، یعنی چی میگم؟ ببخش جاویدی، یعنی زندگی ابدی داری، ولی به هر حال تست کرده دیگه. نمیفهمم آقا، یه سوال، الان ما زندگی ابدی داریم خب، بعد مثلا اگه یه بذارنمون تو این دستگاه پرس لهمون کنن بپاچیم، همه چی میگه اصلا کاتمون کنن، تیکه تیکه پاره پورمون کنن، دیگه وجود نداشته باشیم، چی دوباره به هم وصل میشیم زنده میمونیم؟ نمیدونم، چون فکر کنم یه راهی برای کشتنمون باید باشه دیگه. تو 280 سالگی خیلی روشن فکر میشیم و میگه که خود شخص بودا این روشن فکری رو توی سن 35 تجربه کرد، خیلی جوان تر از تو بود. خب دیگه با بودا، حالا اونجا بودا بودا ما نبودا، اشکال نره. 300 سالگی یه مذهب افتتاح میکنی، پشما مذهب خودتو افتتاح میکنی و کلن اون تفکرات تو، خیرد تو، اینا رو میذاری رو هم، یه مذهب خودت استارت میزنی. خوبه، مذهب جاویده است احتمالاً اسمش. تو 320 سالگی پیلگریمج، یعنی چی حاجی؟ همون بودا مودا میشه. پیلگریمج یعنی زیارت. آها، میگه که کل دنیا رو میری میچرخی و میخوای به مردم یاد بدی که چجوری بهتر کار از زندگیشون، یه جورایی اون مذهب تو میخوای به کل جهان پخش کنی. تو 330 سالگی میدزدنت، پیرمرد 330 ساله رو میدزدی. میگه که تو هدف یک آزمایش خیلی، چی میگن، خیلی ظالمانه میشی و میخوان رو تیسری تست انجام بدن و رازهاتو ازش پرده برداری کنن. تو 345 سالگی در میری. بالاخره چقدر اونجا بودی؟ 15 سال گرفته بودنمون. خدا میدونی چه کارهایی با اون کردن، چون نمیمیریم دیگه. 1000 تا کار اصلا خیلی دارک میشن. تو 350 سال فیوچر سوسایتی، جامعه آینده، یعنی چی؟ میگه که اینقدر که تو رسیدی به آینده، little insane as you are used to. میگه که کلا جامعه عوض شده. جامعه کلا داره دیگه، 350 سال با اون زمانی که ما به دنیا اومدیم خیلی فرق می‌کنه. جامعه عوض شده. 360 سالگی هیچ کس باورت نداره. میگه هر موقع به کسی سنتو میگی، اینجوری نگات میکنن و میرن. چون قیافت انگار 25 سالشه ولی 360 میگه. سلام، مثلا من میگم بابا سلام 360 سالمه. دختره میگه گو نخور دیگه، چیز دیگه میگه برو. ولی اگه شناسنامه نشون بدم چی؟ میگه تقلبیه. چجوری میتونم ثابت کنم؟ این سوال قشنگه. مثلا یه عکس کنار رئیس جمهور 350 سال پیش داشتم. 370 سالگی کلن انسانها رو ترک میکنی. بهترین کار بچه ها، انسانها کلن موجودات جالبی نیستن. میگه که انسانها رو ترک میکنی و ترجیح میدی بری تو دل طبیعت. بهترین کار. و اینکه کلن دیگه پیش انسانها که هستی اون حس قدیمون بهت نمیده، چون جامعه عوض شده بود دیگه. توی 400 سالگی میستیکال استاتوس، یعنی استاتوس یعنی چی؟ مینی ترافلرز، خیلی از مسافرا چی میگن، جهانگردا میان دنبال تو میگردن چون که یه سری افسانه راجع به تو شنیدن. اوه
توی 420 سالگی هف لایف 3 ریلیز میشه. آجی راست میگه، انقدر طولش شده احتمالاً توی 430 سالگی تام جی تی ای 6 میاد. بش اونجا قشنگ خدایی به جا بود. اگه یه نفر 400 سال پیش اینو بهت میگفت قطعا باور نمیگردی. آره آجی، خیلی کلا هف لایف ترنده تو آمریکا اینا، خیلی منتظر هف لایف 3 هن. چون هف لایف 1 و 2 محشر بود. توی 1000 سالگی دوباره برمیگردی به جامعه. خوبه، تصمیم میگیری که برگردی پیش انسان‌ها و بهشون کمک کنی با اون نبوغی که داری، بهشون کمک کنی. تو 1500 سالگی 50th spouse یعنی چی؟ پنجاهمین همسر تو میگیری. 50 تا زدیم. البته تو 1500 سال به نظرم زیادم نیست، یعنی من به شخصه حالا همسر نه، ولی میتونستم یه 1000 تایی حرکت بزنم احتمال شدم بیشتر. یه که انقدر ازدواج کردی که اصلا نمیتونی یادت بیاد که مثلا زن 12ام هم کی بوده. تو 2000 سالگی یه اکسپلوژن اتفاق میفته. آها، یه سری چی انفجار تحقیقاتی وسط آزمایشات یه انفجاری میشه و با اون علمی که داری انسانیت امیدواره که بتونه توی مثلا توی علم و اینا کمک کنی دیگه. میدونی چی میگم؟ مثلا 2000 سال زنده بودی، میری میگه آقا اینجا رو اونجوری کن، اونجا رو اونجوری کن، نمیدونم کمکشون میکنی تو ساخت دارو، 1000 تا چیز میز دیگه. تو 3000 سالگی میشه پولدارترین انسان زنده. خسته نباشی داش، یارو بیل گیت مثلا تو 30 سالگی زد اینو، فکر کنم توی هم چقدر تو بگو اصلا 40 سال ما بعد 3000 سال، یعنی ریدم توی زندگی که 3000 سال من باید زنده بمونم تا پولدار شم. میگه که بیشتر از همه پول داری، میتونی برای هر چی که میخوای استفاده کنی پولتو. مرسی که ببخش. 4841 سالگیت میشی که پیرترین ارگانیسم زنده، یعنی از تمام جلبکایی که زندن، تمام لاک پشتا، همه پیرترین ما. از پیرترین موجود زنده روی سیارتون هم پیرتری. پیرترین موجود ما الان چیه؟ بریست، که یارو 4000 سالشه. پشمام 4800 سال بشه. درخت چی؟ بریستل کون. ببینم این درخت چیه آجی. کاج زبره، بومی جنوب غربی ایالات متحده. پشمام 4840 سالشه. بعد 5000 سالگیت میشی گاد کینگ، پادشاه خدا. یعنی چی؟ میگه که اون نبوغت کلن هیچکی مثلش نیست دیگه، نابغه ترینی و آها به عنوان رهبر کل جهان قبولت میکنن. اشما تو شیشه، یعنی هزار سال الان داره میره. تو 6000 سالگیت پراسپریتی. یعنی چی پراسپریتی؟ یعنی موفقیت و کامیابی. میگه که تحت قوانین تو دیگه هیچ گشنگی و هیچ فقری، این گرسنگی اینا نداریم کلن تو جهان، دست شما درد نکنه. بعد 6000 سال توی 7000 سالگیمون میریم دنبال اکتشافات فضایی. میگه از اونجایی که نمیتونی بمیری منطقی و زودتر میره. بهترین شخصی هستی که میتونه توی این ماموریت خطرناک شرکت کنه. یعنی نمیمیری، مثلا برو ته منظومه شمسی. 500000 سال، 500000 سالگی اِوولوشن رو میبینی، یعنی انسان ها دوباره پشمام، انسان ها دوباره تغییر میکنن. میگه انقدر زنده ای که تغییر اِوولوشن، یعنی چی میگن ایوالو شدن، یعنی پیشرفته تر شدن انسان ها رو ببینی و برامون سوالی که چی تغییر میکنه. یهو 500000 سال دیگه رفت. تو 1 میلیون سالگیمون جمعیت کم میشه به خاطر تغییر آب و هوا و اقلیم و یه سری جامعه ها که کلا به چخ رفتن. دوران طلایی انسان ها تموم میشه. 8 میلیون سالمونه و همین شکلی ما جیفه کو. 8 میلیون سالمه، من خسته شدم دیگه. آخرین انسان زنده ای خوبه. میگه فقط گیاها هستن و یه سری حیوانای کوچولو هستن، اونا الان دوستاتن دیگه، هیچ انسانی نیست. پس من چجوری رل بزنم؟ اون نیازهامو چجوری برطرف کنم؟ سوال قشنگیه و اصلا فکر نکن بهشون خیلی دار. تو 10 میلیون سالگی برنامه می‌ریزی که از کره زمین بری. برای 10 میلیون سال داشت ایلان ماسک یه ربع دیگه مریخه. چقدر دیر. میگه که یه سری برنامه می‌چینی که سیاره رو ترک کنی، چون که دیگه هیچی نیست اینجا، همه یه سری گیاه و یه سری حیوانن دیگه. میدونی بالا این به خاطر همون نیازها داره ترک می‌کنه احتمالاً. بالاخره بری یه آدم فضایی پیدا کنی. ایلین هم باز بالاخره میگه سوراخ باشه دیوار باشه. به هر حال ایلین هم خوبه، میدونی، اگه انسان نباشه. و تو 11 میلیون سال یه دونه راکت میسازی، یه موشک میسازی، خیلی گنده است. میگه که this is a huge undertaking for one person. آها، میگه که خیلی سخته به یه نفره بخوای موشک رو بسازی، چون آپولو 400000 نفر برای پروژه آپولو استخدام شده بودن. تو یه نفره گو میخوری بتونی سری موشک بسازی. 1.5 میلیارد سالمونه. 1.5 میلیارد. خسته شدم. آن inhabitable earth. یعنی چی؟ آن inhabitable earth یعنی زمین چیه؟ آه، زمین دیگه قابل زندگی نیست. او زمین انقدر گرم شده، انقدر داغ شده که دیگه تنهای تنهایی. او برای هیچ که قابل زندگی نیست.
یعنی گیاه هم مردن ها. توی 1.5 میلیارد سال، 1.5 آقا بخون دیگه، 1.51 میلیارد سالگی زمین رو برای همیشه ترک میکنی، قبل از اینکه اون خورشید زمین رو ببلعه میری، توی 10 میلیارد سالگی همینجوری توی فضا میچرخی، دریفت میکشی خوبه، و نامحدود همینجوری مدیتیشن میکنی تو فضا، میبینی معنی زندگی چیه. اصلا رد دادیم آجی، تا ابد تو فضا میریم. نمیدونم، خیلی دارکه، خودت هم نمیتونی کاری کنی از بین ببری. 500 تریلیون سالمون که شده، در نهایت تمام ستاره ها از بین میرن، او و کل یونیورس یعنی کل جهان هستی مرگش مرگش براش اتفاق میفته، یعنی جهان هستی که از بین میره تازه ما میمیریم. حالا تو توی کامنتا بگو، نایس تو توی کامنتا بگو آیا اگه میتونستی اون تزریقه رو به خودت انجام میدادی که کلن نمیری، نامیرا بشی، یعنی هیچ وقت نمیری، یا نه ترجیح میدی میرا باشی و یه روزی بدونی که اینا همه تموم میشه. به نظر من هم زیبایی در همین تموم شدن، نامیرا باشی دیگه، تهش باید بری تو فضا دریفت بزنی. نظرتو حتما توی کامنت ها به عمو بگو. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودی، نوکرم، تمام.